اینجا در استودیو همراه من هستن آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی. آقای آرامش، همونطور که در خبرها داشتیم، وزارت کشور بریتانیا گفته که خب به هر حال استرداد آقای آسانج به آمریکا مانع دادرسی عادلانه نیست. شما این موضوع رو چگونه می‌بینید با توجه به اینکه خب به هر حال انتقادهای بسیاری به این نظر وزارت کشور بریتانیا توی رسانه‌های اجتماعی منتشر شد؟ سوال دادرسی عادلانه اصلا یعنی چه؟ دادرسی عادلانه یعنی شما بدون اینکه شکنجتون بکنن، تفهیم اتهام بکنن. دادرسی عادلانه یعنی وکیل تسخیری در اختیارتون بگذارن، اگر نتونستید وکیل خودتون استخدام بکنید، که مشکل رو آقای آسانج نداشته نخواهد داشت. آنقدر براش از طرق مختلف پول جمع کردن که همیشه وکلای عالی رتبه خوبی داشته. یعنی اینکه حکم دادگاه حکم سیاسی نباشه، یعنی اینکه قوه قضاییه قوه مستقلی باشه و از اون طرف یک هیئت منصفه عادل، نه دادگاه نظامی، نه دادگاه صحرایی، نه دادگاه کانگورویی و دادگاه شرعی، بلکه دادگاهی عادلانه و دادگاهی بر اساس قانون و اون قانونی که بر اساس موازین حقوق بشر نوشته شده. بریتانیا آمد، اولی که قضیه از زمان سوئد اگیات میشه شروع شد، ایشون سالهای سالم بود که رفت در سفارت اکوادور، اونجا به قول معروف به پناهنده شد یا اونجا بود، تا اینکه سفارت اکوادور ایشون رو اخراج کرد، انداختن بیرون. بعدم که آمد در دادگاه های بریتانیا، فقط میخوام بگم در سیستم غربی، در سیستم عدالت غربی، هیچ چیزی کاملا بدون عیب و نقص نیست، ولی برای مقایسه برای بینندگان شما در ایران یا کشورهای دیگر با بریتانیا و ایالات متحده، این قضیه 12 سال طول کشیده. اگر همین کس میآمد اطلاعات محرمانه رو با دزدی و با خط شکستن قانون می‌دزدی و باعث کشته شدن بسیاری آدم بیگناه می‌شد، البته اینها اتهاماتی است که بر او وارده، برای دادگاه بس اصالحه اینها رو چیز کنه، ولی شاید حکمش یک هفته‌ای صادر می‌شد و 2 هفته اعدام می‌شد در کشورهای مثل جمهوری اسلامی، کشورهای دیگر منطقه. به خاطر همین یک سیستم قضایی سالم بریتانیایی 12 سال طول کشیده و در امریکا هم از تمامی مزایای یک سیستم سالم حقوقیشون برخوردار خواهد بود. پرونده آقای آسانج به هر حال یکی از جنجالی ترین و بحث برانگیز ترین پرونده های حقوقی بین المللی در سطح جهان بوده. خیلی ها این پرونده رو از ملیت های مختلف در سراسر جهان دنبال می کردن. به نظر شما اهمیت این پرونده در چیست؟ دو تا بحث جداست. یه بحث هستش که در مورد آزادی بیانه، اون بحثش کاملا جداست. یه بحث دیگه بحث شکستن قوانین هست و درس کردن به منابع اطلاعاتی امنیتی یک کشور و بعد سوء استفاده از اون. من کلا اعتقادی که دارم و بسیاری از قضات ایالات متحده در مسئله آزادی بیان از زمان کیس های بهش گفتن کاغذ های پنداگون در دهه 60 و 70 میلادی تا الان میگن شما حتی اگر اطلاعات محرمانه رو انتشار بدید در روزنامه‌هاتون متهم نیستید. واشنگتن پست، نیویورک تایمز، بسیار از این چیزایی که ویکی‌لیکس رو اینها آمده بودن و هک کرده بودن منتشر کردن. ولی شما نمیتونید بیاید به سربازی، به کسی که در یونیفرمه، به افسر اطلاعاتی یا به افسر دیپلماتیک پول بدید یا درخواست کنید یا اون رو قانع بکنید یا احیانا رو اخفال بکنید که بیاید او قانون بشکند. آره، شما به عنوان ناشر هر کاری خواستید بکنید، انتشار سخن کاملا محفوظ است، اما شما که افسر هستی، مثل این آقای الان خانم چلسی مانینگ که در زندان هست و کسی بود که این همه فایل ها رو برای آقای آسانج و ویکی‌لیکس دزدید، بله شما قانون رو شکستید، در زندان خواهید بود. نکته دوم، مسئله فقط مسئله افشاین ها نیست، مسئله که آقای آسانج کار خیلی غیر مسئولانه کرد. نمونه بگم، نمونه هستش که دیگه ما خودمون دست اول دیده بودیم. مثلا مثال میذارم، معاون شهردار یاسوچ میامد برای دخترش ویزا بگیره در فلان سفارتخانه یا در فلان کنسولگری، از در پشت اینا بالاخره کابل های دیپلماتیک بود، کابل های اطلاعاتی نبود. یعنی چی؟ یعنی سری بود ولی فوق محرمانه نبود. شما موقعی که میاد کابل ها رو چندین میلیون صفحه رو دامپ میکنید، میندازید فله ای، بسیاری از این افراد در روسیه، در مولداوی، در جمهوری اسلامی ایران، در عربستان سعودی و در جاهای دیگه مثل ونزوئلا، افراد که اسامیشون آمده شده بود و اومده بودن حالا یا به همکاری اطلاعاتی بسیار سطح پایین یا اینکه آمده بودن فقط برای گرفتن ویزا ولی کار دولتی داشتن به حکومت متخاصم، یا ناپدید شدن یا شکنجه شدن یا زندان رفتن. آقای آسانج کار مثبتی هم کرد، ولی اینجا کارهای بسیار غیر مسئولانه هم بود که باعث کشته شدن و باعث شکنجه شدن بسیاری از آدم‌ها شد توسط حکومت‌های آقای پوتین و خامنه‌ای و اون زمان هوگو شاوزی که الان مرحوم است. آیا میشه ارزیابی از آراء دادگاه تجدید نظر داشت؟ ممکن هستش که این آراء متفاوت از رأی فعلی دادگاه باشه؟ احتمالش کم می‌بینم، به خاطر اینکه باز اون موازین دادرسی، ما بهش میگیم استاندارد آف ریویو، اون موازین و چارچوب دادرسی میگوید که آیا دادگاه بدوی و بعد از اونم مسئول اجرایی
abuse of discretion از اختیاراتش سوء استفاده کرد یا نه، بعید میدونم. بالاخره ولی در کارهای قضایی هیچ چیزی 100% نیست، سیاه و سفید نیست، احتمالش خیلی کمه. به احتمال زیاد ایشون استرداد داده میشه به ایالات متحده. من شکی هم ندارم اونجا یک دادگاه بسیار عادلانه خواهد داشت و بازم این سیرک مطبوعاتی ادامه خواهد داشت برای آقای آسانج. سپاسگزارم از شما آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی، اینجا در استودیو با ما.